استراتژی قیام و سرنگونی. پیام به رزمندگان ارتش آزادی و نیروهای انقلاب دموکراتیک در سراسر میهن اشغال شده. مسعود رجوی، 30 دی 1388. سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور. سلام به زنان و مردان اشرف نشان که در اثناء قیام فریاد می‌زنند: ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم. ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم. سلام به بچه های بی ترس و بیم که در قیام عاشورا فریاد می زدند: ما بچه های جنگیم، به جنگ تا به جنگیم. و سلام به هواداران و پشتیبانان مجاهدین خلق ایران و خواهران و برادران مجاهدم در داخل کشور. قسمتی از پیام ها و نامه ها و سوالاتی را که از راه های مختلف فرستاده بودید دریافت کردم. در برابر عواطف بی آلایش و چشمه زلال و شفاف احساسات پاکتان، مخصوصاً در مورد نشست‌های فاتحان و کارزار پیروزی و پیام‌های 13 آبان و 16 آذر و پیام قیام عاشورا هیچ نمی‌گویم، الا اینکه خدا به من و به همه مجاهدین شایستگی وفای به عهد با خلق و خالق را بدهد. آنچنان که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون مجاهد زندگی کنیم و مجاهد بمیریم. باشد که در تاریخ این خلق و این میهن نام و سنت نیک باقی بماند. فراتر از این، هر مجاهد خلق و هر عضو یا هوادار و پشتیبان این مقاومت باید به جای کرده های خود ولو مثبت، ناکرده ها را ببیند و بخواند و نسبت به همین ناکرده ها عذر تقصیر بخواهد و پوزش بطلبد. ناکرده هایی ام از کوچک و بزرگ که می توانستند یک روز یا یک ساعت و یا یک دقیقه و حتی یک ثانیه و به اندازه یک گرم امر خطیر سرنگونی و نیل به آزادی و حاکمیت خلق قهرمان را تسریع کند یا در آن تأثیر بگذارد. و حالا می خواهم با پاسخ دادن به بخشی از سوالات شما، اندکی از ناکرده های بسیار را در حدی که تجربه کردم و می دانم جبران کنم. کاش امکان نشست یا ارتباط جمعی می داشتیم، اما چاره ای نیست و فعلا باید به همین شیوه قناعت کرد. چند نکته و یادآوری. قبل از شروع بحث چند نکته را متذکر می شوم. اول اینکه برای پاسخ به سوالات ایدئولوژیک
به متون و کتاب‌ها و جزوات مجاهدین و مخصوصاً به بحث‌های تبیین جهان مراجعه کنید. فقط در این باره این را بدانید آنچه را که رژیم در این سال‌ها در زندان‌ها و یا در ارگان‌های خودش تحت نام مجاهدین توضیح و چاپ کرده است اعتباری ندارد، یا تماماً مجهول است یا در آن عمدن دست برده اند تا به مصرفی که می خواهند برسد و چیزی را که می خواهند القا کند. در این زمینه هم اعتبار آنچه رژیم و وزارت اطلاعات و رشته های مرئی و نامرئی آن به نام مجاهدین به هم می بافند به همان اندازه مدارک محرمانه است که معل واسطه علیه مجاهدین به وزارت خارجه انگلیس و فرانسه یا آمریکا می رسانند که وقتی به دادگاه می رسیم دود می شود و به هوا می رود. 2 سال پیش آقای استیونسون نماینده پارلمان اروپا در کنفرانس مطبوعاتی فاش کرد، مدتی پیش چند مقام وزارت خارجه از لندن سراغ من در پارلمان اروپا آمدند و از من می خواستند بلادرنگ حمایت خود را از مجاهدین متوقف کنم و گفتند ما مدارک محکمی داریم که این افراد قطعاً تروریست هستند. به آنها گفتم خب پس مدارک را نشانم بدهید. آنها گفتند متاسفانه سری هستند. حالا در پروسه دادگاه در انگلیس قضات حکم به علنی کردن همه این اسناد دادند و من همه را به دقت خواندم و هیچ چیزی جز مزخرفات و چرندبافی‌های برخی عوامل وزارت اطلاعات و مقالات روزنامه‌های رژیم ایران نبود. نمونه دیگر انتشار یک شماره ویژه جعلی از نشریه مجاهد به تاریخ 28 خرداد 1382 توسط وزارت اطلاعات رژیم است که در زندان‌ها هم توزیع شده است. در این نشریه جعلی که روز بعد از حمله 17 ژوئن به محل استقرار رئیس جمهور برگزیده مقاومت و دستگیری مریم منتشر شده، رژیم ادعا کرد که من همراه با 4 تن دیگر از مسئولان مجاهدین به وسیله نیروهای آمریکایی دستگیر و به نقطه نامعلومی برای مبادله با رهبران گروه القاعده در ایران منتقل شده ایم. در مطبوعات و رسانه‌های عربی هم از قدیم نمونه‌های متعدد از انتشار مطالب جعلی به نام مجاهدین با پول سپاه و اطلاعات آخوندها وجود داشته که بارها و بارها آنها را در روزنامه‌های شرق الاوسط، الحیات، شیهان، الحدث و غیره تکذیب کرده‌ایم. حتی من یادم است که در شهریور سال 1371 وزیر تبلیغات دولت اردن که در زمان ملک حسین با ما روابط دوستانه داشت و من با او در سال 1364 در پاریس دیدار کرده بودم، یکی از جزوات مجاهدین را به تاریخ روز یعنی در همان سال 1371 به نماینده ما در اردن ارائه کرد که در آن به نحوی بیقافیه مطالبی علیه این کشور سرهمبندی شده بود. وقتی تحقیق کردیم معلوم شد رژیم مطالب مورد نظر خودش را برای به جان هم انداختن طرفین در لابلای آن جزوه وارد کرده و به اردنی ها داده است. جالب این بود که آنچه رژیم ساخته بود به جز همین مطالب مورد نظرش هیچ تفاوتی با نسخه اصلی نداشت. حیرت انگیز این که دفعه بعد هم یک صفحه نشریه مجاهد به نمایندگان ما ارائه کرده بودند که تماماً ساختگی بود و وقتی که همان صفحه از نشریه مجاهد اصلی به آنها نشان داده شده بود، از فرط دغلکاری‌های رژیم و اینکه چگونه یک صفحه مشابه اما تماماً جعلی ارائه کرده است مات و مبهوت شده بودند. شورای ملی مقاومت ایران
به همین خاطر در بیانیه سالگرد شورا در مرداد 1383 خاطر نشان کرد همزمان آخوندها پولهای کلانی برای انتشار صدها گزارش مجعول و مقاله و کتاب و نشریه علیه مجاهدین خرج کردند، آنقدر که نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر و رئیس جامعه حقوق بشر فرانسه رژیم آخوندها را دولتی توصیف کرد که علیه مجاهدین تلی از مدارک مختلف تبلیغاتی توسط سفارت ایران در فرانسه پخش می کند. در تیر 1386 نیز یک بار دیگر در اطلاعیه اجلاس میاندوره‌ای شورای ملی مقاومت یادآوری شده است استبداد دینی که به وضوح در برابر این اعتلای مبارزاتی هار و هراسان شده از یک سو به سرکوب و ضرب و جرح و شکنجه وحشیانه جوانان در خیابانها و اعدام در ملأ عام برای ارعاب جامعه روی آورده و از سوی دیگر دجالگری های شناخته شده تبلیغاتی خود را علیه مقاومت سازمان یافته به شکل دیوانواری در رسانه های حکومتی افزایش داده است. روی آوردن مجدد به سریال سازی های مجعول و مزورانی تلویزیونی که حکومت آخوندی از سال 1382 تدارک دیده و آنها را به بازار مکاره اهریمنسازی از مقاومت نیز عرضه کرده و مفتضح شده بود نمونه ای از این تلاش هاست. رژیم آخوندها بیهوده می کوشد تا بدین وسیله موج گرایش جوانان به سوی مقاومت سازمان یافته را به زعم خود متوقف یا کند سازد. بحران فزاینده درونیش را تحت الشعاع قرار دهد و با روشنگری های مقاومت در عرصه جهانی در مورد جنایت های ضد انسانی و پنهانکاری های اتمی و افشای مداخلات گسترده‌اش در عراق به ویژه بر ملا شدن لیست 32,000 حقوق بگیرانش در این کشور مقابله کند. اما این قبیل تشبثات برای مخدوش کردن چهره مقاومت سابقه پر از ناکامی و رسوایی دارد. دعاوی شیادانه خمینی در منتسب کردن مجاهدین و متحدانشان به شرق و غرب یا متهم کردنشان به دزدی و آتش زدن خرمنها و دروغهای خامنه ای و رفسنجانی در نسبت دادن انفجار حرم امام رضا و قتل روحانیان مسیحی به آنها جز رسوایی خود آخوندها نتیجه‌ای نداشت. صنعت مونتاژ و سرهمبندی جعلیات تلویزیونی علیه ارتش آزادی بخش و شورا و مجاهدین و هنر تحریف و چسباندن صحنه‌های دیدارهای اعلام شده مسئولان مقاومت با مقام‌های دولت پیشین عراق به صحنه‌های ساختگی و مصرف دروغ‌های تکراری درباره کشتار کردها و شیعیان عراق و ردیف کردن اجیر شدگان اطلاعات آخوندی تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین یا شورا نیز چاره درماندگی و رسوایی رژیم قرون وسطایی نیست. رژیم آخوندها آب در هاون میکوبد و با این تلاش‌های مذبوحانه نمیتواند جنبشی را که در آزادی خواهی و استقلال نمونه‌ای نادر در جهان معاصر است عامل استکبار و صهیونیسم یا زائده جنگ آخوندها با دولت سابق عراق و مجری حمله هوایی و شیمیایی به حلبچه قلمداد کند، هرچند که سفارتخانه ها و ماموران اطلاعات آخوندها برای واژگون جلوه دادن واقعیت رشوه های کلان 50 میلیون دلاری و 120 میلیون دلاری به وکلای فرانسوی و عراقی پیشنهاد کنند. این تلاش های سراسیمه قبل از هر چیز ترس و تزلزل یک رژیم درمانده را
در مقابل مقاومتی که به سوی پیروزی پیش می رود باز می تابد. دوم اینکه جواب سوالات تاکتیکی و اجرایی و جزئی را از من انتظار نداشته باشید. لازمه جواب دادن به این قبیل سوالها ورود و اشراف به جزئیات است. بنابراین اگر امکان دسترسی و ارتباط با ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور را ندارید، باید خودتان با مشورت جمعی راه حل پیدا کنید. در مورد راه حل‌های مختلف تابلو نویسی کنید و پس از بحث و مشورت کافی مناسب ترین آن را انتخاب کنید. منظور راه حلی است که کمترین ضرر و بیشترین فایده را داشته باشد. راه حلی که طبعاً بالاترین ضربه را به دشمن ضد بشری بزند. سوم اینکه در پاسخ به سوالات استراتژیک مربوط به قیام و سرنگونی هم از اول روشن باشد که از بسیاری وجوه در حال حاضر نمیتوان و نباید به آنها جواب داد یا بیهوده به دنبال جوابهای موهوم و ذهنی گشت که پاسخ دادن به آنها موکول به واقع شدن و تحقق چیزهایی است که هنوز واقع نشده است. میخواهم بگویم که کار تحلیل و تفکر منطقی این نیست که غیب‌گویی یا طالبینی کند، بلکه بر اساس شرایط مشخص تحلیل مشخص ارائه می‌دهد. یعنی اگر شرایطی هنوز مشخص نیست یا ما نمی‌توانیم مشخص بودن آنها را فهم کنیم، باید قبل از هر چیز به فهم آن شرایط و خاصه ها بپردازیم. چنان که می دانید در جریان شناخت علمی باید گام به گام از مشاهده واقعیات و تجربه، یعنی آزمون و خطا، به فرضیه، همان تابلو نویسی های مختلف و سپس به قانونمندی ها و اصول اساسی و نهایتاً به یک تئوری فراگیر علمی راه برد. در تئوری جاذبه عمومی که نیوتن کاشف آن است، نقطه عزیمت مشاهده افتادن یک سیب از درخت بود. میگویند از همین جا بود که برای نیوتن این سوال پیش آمد که چرا سیب از بالا به پایین افتاد. از همین سرنخ سرانجام به قوانین جاذبه و نهایتاً به تئوری جاذبه عمومی راه برد. در مورد تئوری نسبیت عمومی هم اینشتین همین راه را با گذار از نسبیت خاص و قانونمندی‌های مربوط به سرعت نور طی کرد. نکته چهارم که باید با صراحت با شما در میان بگذارم این است که به برخی سوالات هم نمیتوان و نباید به طور عام و علنی جواب داد. ملاحظات و محدودیت‌های اطلاعاتی و امنیتی و دستبستگی‌های سیاسی، آن هم برای جنبش و سازمانی که از همه سو زیر ضربه است، برای همه قابل فهم است. زیرا بر سر همه جاده‌های تاریک، شب پرستان، همگی تیغ به کف در کمینند تا بکشانندش و در لجه خون اندازند. خامنه ای که در رأس یک رژیم حاکم است و از هیچ جرم و جنایت و دروغی عبا ندارد، یک بار صریحا گفت اگر به دلایلی از جمله آگاه شدن دشمن مصلحت نباشد که سخنی بیان شود، طبعا نه آن حرف و نه خلاف آن گفته نخواهد شد. در مورد مجاهدین و مقاومت ایران
به گواهی تاریخچه 30 ساله در رژیم خمینی، ما تا فراسوی تیغ و طاقت معکوس عمل کرده ایم. آنچنان که بسیاری اسناد و حقایق یا اسامی و آماری که منتشر شده، موجب پیگردهای گوناگون و قیمتهای سنگین و خونین شده است. همچنین بر عهده گرفته ایم رو در روی مردم ایران، از جوادیه تا نازیاباد و از کرانه های عرس و خزر تا خلیج فارس، در باری جز به جز، نکته به نکته، دینار به دینار و مو به موی هر آنچه در مبارزات 42 ساله انجام داده یا نداده ایم حساب پس بدهیم. من این نکته را در تیر ماه 1386 در مورد تبلیغات دیوانوار رژیم و روی آوردن آن به تولید سریال های مجعول و محوه تلویزیونی علیه مجاهدین و مقاومت ایران خاطر نشان کردم و باز هم بر آن تأکید می کنم. حتی وقتی که اباطیل و برچسب های رژیم و مزدوران و متحدان و همسویان و پشتیبانان این رژیم ارزش پاسخگویی ندارد، در هر مورد و در هر زمینه و در باره هر فرد یا موضوعی که لازم باشد، می توانیم با دلایل و شهود و اسناد و مدارک لازم و کافی حق مطلب را در محضر خلق و در برابر هر دادگاه بی‌طرف ادا کنیم، تا سیه‌روی شود هر که در او قش باشد. منظورم این نیست که در کارنامه مجاهدین خطا و اشتباهی نیست. منظورم این است که می توانیم هر پرونده ای را از ابتدا تا انتهای آن روز به روز، برگ به برگ، مورد به مورد و بدون هر ملاحظه‌ای در معرض قضاوت مردم ایران و وجدان‌های بیدار و منصف قرار دهیم و نتیجه آن را هر چه باشد بی‌محابا بپذیریم. بیم و باک در این زمینه‌ها متعلق به کسانی است که در گذشته ریگی به کفش داشتند یا برای حال و آینده خود کیسه ای دوختند. اگر کسی در گذشته و در آرمانی که به خاطر آن دهه های متوالی طی تاریخ کرده است ریگی به کفش نداشته و برای آینده هم کیسه طمع و جاه و مقام ندوخته، دیگر چه باک. این رژیم منفور ولایت است که جز با دجالیت و صنعت تزویر و ریا و روایات مجعول آخوندی بر سر پا نیست. سرلوحه و سرمایه ما اما به دلیل نبرد بی امانی که 45 سال است با دیکتاتوری های شیخ و شاه ادامه دارد، به دلیل خصومت های بی انتهای ارتجاعی و استعماری و اپورتونیستی و به دلیل اینکه پشت و پناهی جز خدا و خلق نداریم، صدق است و فدا. در غیر این صورت تا کنون ده ها و صد ها بار نیست و نابود شده بودیم. اگر رژیم شاه فقط با ظرفیت سرکوبگرانه خودش در صدد نابودی و انهدام ما بود، آخوندها امکانات و سرویس های 12 دولت دیگر را هم علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران به کار گرفتند تا آنها را متلاشی و منهدم کنند. تشریح این موضوع و ارائه اسناد و نمونه ها و گواهی شهود نیازمند تحریر کتاب قطور و جداگانه است. براستی در این سالیان کسی خبردار نشد که در این خصوص بر مجاهدین و مقاومت ایران چه گذشت. باشد تا روزگاری فرصت کنم و چند صد و یا لااقل چند ده نمونه را با جزئیات و اسامی و زمان و مکان و شرح وقایع
به اطلاعتان برسانم. بنابراین فعلا به ذکر همین نکته که امیدوارم آن را به خاطر بسپارید، بسنده می کنم که در مورد مجاهدین و ارتش آزادی بخش و مقاومت ایران و سیلاب چرکین ادعاها و اتهامات و شبهاتی که رژیم و عوامل و همسویان و پشتیبانانش نثارمان کرده اند، بر عهده می گیرم که اگر عمری باقی بود، در برابر مردم ایران از ریز تا درشت را پاسخگو و روشنگر باشم. به همین خاطر در مورد هر فرد یا جریان یا موضوع یا اتهام و ادعایی که خودتان نتوانید جوابگو باشید، تمامی این قبیل موارد را به من ارجاع بدهید. فقط نگذارید کسی که یک صدم یا یک هزارم یا یک ده هزارم و یک صد هزارم مجاهدین بها و خونبهای آزادی و رنج و شکنجه دموکراسی را نپرداخته است، برای ما ابو عطا و لغز دموکراتیک بخواند و به جای درس گرفتن به ما درس آزادی عقیده و بیان یا حقوق زنان بدهد. موضوعات و موارد عیان شده هم که حاجت به بیان و شرح و تفصیل مجدد ندارد. از برچسب تروریستی و بمباران و خلع سلاح و کودتای 17 جوان تا استرداد و اخراج و تبعید پناهندگان و از بستن حسابها و توقیف بیدریغ اموال تا شاخ کردن برید مزدوران و فرستادن آنها برای ایفای نقش در نمایشات روحوزی مبتذل و محوه تحت عنوان بنیانگذار و رهبری یا مسئولان و اعضای سابق و لاحق مجاهدین. مثلا همه مطلعین سیاسی خوانده اند و می دانند که به گفته خاتمی و خرازی، آقای جکسترا دلال بمباران قرارگاه‌های مجاهدین در عراق، به دار آویختن 20 تن از 65 تن رهبران مجاهدین را قابل قبول خواند. در حالی که به نوشته دیلی تلگراف 16 تیر 1383 برای خوشامد آخوندها لیست اسامی 12 امام شیعیان را هم در سفر به تهران در جیب داشت و وقتی اسم پیغمبر اسلام می آمد صلوات هم می فرستاد. بهتر از این نمی شد بر سر و ریش آخوند خاتمی و بر پشت خرازی دست استمالت کشید. کسانی که اسلافشان مصدق را دیوانه و آمیزه از کاهلی و حق بازی و سوء زن می خواندند، سفیر انگلیس، و کسانی که مصدق را جانوری درمان ناپذیر می خواندند که در آپارتمان ادرار می کند، یکی از نظریه پردازان جنگ سرد در آمریکا، پر واضح است که با مجاهدین خلق و حاکمیت و آزادی مردم ایران تا کجا خصومت دارند. گفتگوها و معاملات پنهان آقای دوویلپن وزیر خارجه شیراک با خرازی در مورد سرکوب مجاهدین در فرانسه و دستگیری ها و خودسوزی های ناشی از آن نیز با جزئیات افشا شده و سردبیر وقت ژورنال دو دیمانش که در آوریل 2003 در تهران در این ملاقات حضور داشت، کتاب مبسوطی در این زمینه منتشر کرده است. با این همه مجاهدین به یمن مریم و انقلاب درونی مجاهدین در مقاومتی سترگ و 7 ساله در زیر بالاترین فشارها و توطئه‌ها و ضربات
مقاومت بی‌نظیری را در تاریخ معاصر ایران و جهان عرضه کردند. شگفتی نه در حملات و توطئه‌های ارتجاعی و استعماری و خنجرهای اپورتونیستی، بلکه در ماندگاری و پایداری پرشکوهی است که برگ درخشان و زرین تاریخ ایران است. 7 سال پیش در آخرین اجتماع مجاهدین در اشرف قبل از شروع جنگی که از قبل مشخص بود که رژیم چه بهره برداری هایی از آن به عمل خواهد آورد و در شرایطی که از چپ و راست بسیاری ما را به خالی کردن میدان فرا می خواندند، گفتم وقتی دیو تنوره می کشد، وقتی که دشخیم سر از پا نمی شناسد، رمز ماندگاری و اعتلا کلمه فداست و مجاهدین هم از بنیانگذارانشان تا اعضا و هوادارانشان در تمام ایران و در سراسر جهان با همه رزماوران ارتش آزادی این درس را به خوبی آموختند که تاریخ خلق و میهن خود را چگونه بنویسند. هیچ کس بیش از ما به خطراتی که از هر سو ما را در بر گرفته احاطه و اشراف ندارد، اما عزم جزم کرده ایم تا اگر زمان 100 بار از این هم خطیرتر و پرفتنه تر باشد، با تأسی به پیشوای آرمانی من پیامبر جاودان آزادی حسین ابن علی درس‌های جدیدی از مقاومت و ایستادگی عرضه کنیم. ارتش آزادی بخش، این سرمایه عظیم ملت ایران، چون کوه استوار و سرفراز ایستاده است. بیچاره رژیم و گله‌های مزدوران دور و نزدیک چه خیال کردند؟ مریم و اشرف ثابت کردند که زمان 100 بار هم اگر خطرناکتر و پرفتنه تر باشد، تا پای جان ایستادند تا آخرین نفس. بله، اکنون پس از 45 سال که بر مجاهدین در میدان نبرد گذشته، به قطع و یقین میتوان گفت که این عالی ترین ثمره تکامل مبارزات مردم ایران از مشروطه به بعد در 103 سال گذشته است. از همین جا میتوان به پیروزی محتوم خلق قهرمان یقین کرد. به اذن تو خدایا، به سوی تو خدایا، و به طرف کوی خلق در زنجیر. مقدمه. در علوم اجتماعی و دانش سیاسی هم مانند علوم طبیعی، کلمات و اصطلاحات اگر نخواهیم دینی و بی حساب و کتاب حرف بزنیم، معانی و مفاهیم و معیارهای شناخته شده خود را دارند. همیشه گفته ایم که خمینی در دنیای دجالیت و ولایت مطلقه فقیه قبل از هر چیز کلمه را ذبح و قربانی می کرد. کلمه سنگ بنای تکلم و فهم و آگاهی انسان است. پس کلمه دارایی و ویژگی ذاتی نوع انسان است. به همین خاطر در قرآن آمده است که خدا ابتدا اسمها را به آدم آموخت و علم آدم الاسما، یعنی که به او آگاهی و شناخت داد. اگر ما اسم کسی را ندانیم، معنی آن این است که او را نمی شناسیم. احراز هویت فرد با شناسنامه‌اش به عمل می آید. در این صورت
ما این فرد را می شناسیم که کیست و در چه زمانی و در کجا و از چه مادر و پدری به دنیا آمده است. یعنی فرد را با خانواده‌اش شناخته ایم. به همین ترتیب همه پدیده‌ها و اشیا هم شناسنامه و اسم خاص خود را دارند که به آن شناخته می شوند و با فرد یا شیء دیگر قاطی و مشتبه نمی شوند. از طرف دیگر هر کلمه و اسم آثار و خصوصیات و تاریخچه خودش را دارد. واژه‌ها و کلماتی مانند درد، رنج، فدا، قیام، مقاومت، انقلاب، آزادی، عدالت، صلح، برابری، عشق و یگانگی خلق الصایع نیستند، بلکه محصول هزاران سال تجربه و تاریخ بشریت هستند. با این کلمات بسیار بازی شده و باز هم بازی خواهد شد. شیادان مثل همیشه مار می کشند و هر کس را که بتواند مار را بنویسد و سر آن را به سنگ بکوبد به سخره می گیرند یا تکفیر می کنند. اما اگر اسمها و کلمات و شناسنامه آنها را بدانیم، دیگر آخوندهای حاکم نخواهند توانست ارتجاع خلص را انقلاب و آن هم تحت نام اسلام غالب کنند. 31 سال پیش در 4 بهمن 1357 که 3 روز بود از زندان شاه در بحبوحه قیام مردم آزاد شده بودیم، من در اولین سخنرانی در دانشگاه تهران حرفم و شعارم از جانب مجاهدین این بود که پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران، پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران. در آن ایام جماعت خمینی به تازگی شعار انقلاب اسلامی می دادند. یکی از حاضران سوال کرد انقلاب دموکراتیک یعنی چه؟ جواب دادم یعنی انقلابی با شرکت مردم، یعنی با شرکت و حاکمیت تمام طبقات و اقشار خلق که یک نظام مردمی شورایی را تداعی می کند. در همین سخنرانی به صراحت گفتم من نیامدم اینجا که روند خود به خودی قضایا را فقط ستایش کنم. ما نیامدیم که آنچه هست و فقط هست تأیید کنیم. لختی هم باید به آن اندیشید که چه چیز باید باشد و چه چیز هم نباید باشد. آیا ما می‌خواهیم نسل ملعونی باشیم؟ نسل نفرین شده‌ای باشیم که فرصت‌ها را از دست دادند؟ من و برادرانم نیامدیم به این دانشگاه، به این شهادتگاه و به این زیارتگاه که هر چرا هست، هر چرا خود به خود اتفاق می افتد بی عیب بدانیم، زیرا آنها تنها با عمل کردن بر روی اختلافات درونی ما، روی تعارضات حتی درونی ما امکان پیدا می کنند که دستاوردهای من را بگیرند، اختناق را تکرار کنند و آزادی را به عقب بیاندازند. من نیامدم اینجا که روند خود به خودی قضایا را فقط ستایش کنم. ما نیومدیم که اون چون که هست و فقط هست تأیید کنیم. لختی هم باید به اون اندیشید که چه چیز باید باشه و چه چیز هم نباید باشه. آیا ما میخواییم نسل ملعونی باشیم، نسل نفرین شده ای باشیم که فرصت ها را از دست دادن، روی اختلافات درونی ما، روی تعارضات حتی درونی ما امکان پیدا میکنند که پیش بیان که دستاوردهامون رو بگیرن
که اختلاف رو تکرار کنند، که آزادی رو عقب بیاندازند. سپس بلافاصله اضافه کردم: صبر و تحمل، شکیبایی، صبر به معنای انقلابیش، بلند نظری و احساس مسئولیت، نخستین وظایف و نخستین ویژگی‌های یک انقلابی یا یک گروه انقلابی است. اگر این را نداریم یا نیست و یا نمی‌توانیم کسب کنیم، بهتر است که خداحافظی کنیم، زیرا مردممان زبان حالشان این خواهد بود که مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. تازه اول کار است، هنوز آنقدر زمان هست، هنوز آنقدر نشیب و فراز هست و هنوز آنقدر شکست و پیروزی هست. برادران و خواهران، رزمندگان و مبارزین، ما سر نداده بودیم که به جایش زر بگیریم، مگر جانمان را برای این داده بودیم که به جایش جاه بگیریم؟ از جا بر نخواسته بودیم، قیام نکرده بودیم که در جاهای بهتر و صندلی‌های بهتر و مقامات بهتر قعود کنیم. تحمل، شکیبایی، صبر به معنای انقلابیش، بلند نظری، احساس مسئولیت، نخستین وظایف، نخستین ویژگی های یک انقلابی یا یک گروه انقلابی. اگر این رو نداریم یا نمیتونیم کسب کنیم، بهتره که خداحافظی کنیم، زیرا مردم زبان حالشون این خواهد بود که مرا به خیر تو امید نیست، چر نرسان. تازه اول کار اینقدر هنوز زمان هست، اینقدر هنوز نشیب و فراز هست، اینقدر هنوز شکست و پیروزی هست. یک ماه بعد، در 4 اسفند 1357، در گرد همایی بعدی در دانشگاه تهران، خطاب به مدعیان گفتم: صحبت از انقلاب نکنید، به خصوص صحبت از انقلاب اسلامی نکنید، خود انقلاب به اندازه کافی مسئولیت دارد، چه رسد به انقلاب طراز اسلام؟ فکر نکنید این حرف ها که گفتم فقط حرف های من یا مجاهدین در آن روزگار بوده است. نه، همه آزادی خواهان ایران، همه اعضای کنونی شورای ملی مقاومت که بر اصول خود پایدار مانده اند و همه مخالفان دیکتاتوری و حاکمیت آخوندی در آن زمان در سراسر ایران، حرفشان در بهار آزادی همین بود: زمستان تیر و تار اختناق را نمی خواستند و از آن بیم داشتند. من فقط یکی از سخنگویان آنها بودم، همانها که یک سال بعد در دیماه 1358 در نخستین انتخابات ریاست جمهوری با هر گرایش و مرام و ملیتی که داشتند، از کرد و ترک و فارس تا بلوچ و عرب و ترکمن و از شیعه و سنی و مارکسیست تا مسیحی و کلیمی و زرتشتی از کاندیدای مجاهدین حمایت کردند.
آنقدر که خمینی سرانجام با فتوای حذف من به خاطر رأی ندادن به ولایت فقیه به میدان آمد. علت همه حمایت ها هم همین بود. ما مخالفت خودمان را از آغاز با رژیم ولایت فقیه اعلام نموده و رفراندوم قانون اساسی ولایت فقیه را تحریم کرده بودیم. فقط همین. البته باید قیمت آن را هر روز با سر و دست های شکسته و چشم های از حدقه در آمده و پاهای تازیان خورده در نماز جمعه از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران می پرداختیم. فصل اول، تعریف چند کلمه. مثال اول، کالوری. از هر دانش آموز دبیرستان سوال کنید تعریف کالوری چیست؟ خواهد گفت کالوری واحد انرژی حرارتی و مقدار حرارتی است که دمای یک سانتی متر مکعب آب را به اندازه یک درجه سانتیگراد افزایش می‌دهد. مثلا درجه حرارت 17 را به 18 می‌رساند. بر همین روال وقتی که از من و شما بپرسند درخت یا پرنده یا انسان و سپس جامعه و طبقه و قیام و انقلاب را تعریف کن، باید بتوانیم تعریف رسا و گویا و مشخصی ارائه بدهیم. مثلا در مورد انسان. مثال دوم، انسان و تعریف انسان. تعریف انسان همیشه مسئله انسان بوده و هر یک از فلاسفه و مکاتب به نحوی با آن جواب دادند. واضح است که منظور فقط کم و کیف جسمانی انسان نیست. منظور خصوصیت‌ها و کارکردهای ویژه انسانی و تعریفی است که بتواند تفاوت رفتارهای انسان‌ها با یکدیگر را تشریح کند. ارسطو می گفت انسان حیوانی است ناطق. لاادریون آگنوست ها یا آگنوستیتیست ها، یعنی مکتبی که به طور خلاصه شناختن و شناخت پذیری را در ظرفیت و توان ما نمی دانستند، می گفتند نمی دانم. دوالیست ها انسان را مرکب از دو عنصر جسم و روح می دانستند. دکارت می گفت من فکر می کنم پس هستم. توماس هابس فیلسوف انگلیسی انسان را موجودی بدذات و بدتینت تلقی می کرد، در حالی که ژان ژاک روسو فطرت انسان را بر نیکی و خوبی استوار می دانست. فویرباخ به عنوان یک ماده‌گرای مکانیست تفاوت رفتارهای انسانی را به میزان قابل توجهی به نوع تغذیه ربط می‌داد و رفتارهای انسان را فراورده جبری هر مرحله تاریخی خاص می‌دانست. مکانیست‌های دیگر مثل لاتور انسان را مثل یک ماشین تلقی می‌کردند. فروید تفاوت رفتارهای انسانی را در غرایز جنسی و در دریچه‌های عقبی ذهن جستجو می‌کرد. بعضی دانشمندان ارتباطات و سیبرنتیک تلاش می‌کنند ماشین‌ها و مغزهای الکترونیک پیچیده را با انسان شبیه سازی کنند. اندیویدیالیست‌ها فردگرایان انسان را با طبیعت فردی و فردگرایانه تحلیل می‌کنند. جرمی بنتام صاحب مکتب سوجویی یوتیلیتاریسم در دوره رشد سرمایداری در انگلیس فایده و سود مادی را اساس انگیزه و حرکت انسان می دانست. اگزیستانسیالیست ها که قائل به اصالت وجود و تقدم آن بر ماهیت هستند، انسان را موجودی مطلقاً رها و آزاد
و در حال انتخاب همیشگی و متغیر تعریف کردند. منتقدین آنها هم میگویند که اگر وجود انسانی آنقدر دستخوش انتخاب و تغییر باشد که نتوان بر روی پایداری خصوصیت‌ها و حتی انتخاب‌های او حساب باز کرد، پس باید در اینکه انسان تعریف ثابتی داشته باشد شک کرد. زیرا دریافت این من و این انسان و شناخت و تعریف او که هیچ پایداری ندارد و در هر لحظه چیزی است که به نحو مجزا مجسم می شود میسر نیست. یعنی بحث بر سر خصوصیات پایدار و عام انسان است، مگر اینکه او را در هر زمان و مکان تابع شرایط خاص همان دوره و همان مقطع تحلیل کنیم. مثلا انسان دوران بهره‌کشی و سود و سرمایه را نمیتوان جدا از منفعت طلبی و سودجویی و بهره‌کشی که واژه‌های اجتناب ناپذیر این فرهنگ هستند تصور نمود. مارکس نظریه مکانیست ها را که گمان می کردند انسان به صفحه سفیدی می ماند که متن آن را فرهنگ هر دوره خاص مشخص می کند مردود شمرد و یک بار نوشت باید طبیعت انسان را جدا از صورتبندی های تاریخی خاص شناخت و آنگاه به تجلیات ویژه آن در هر دوره پرداخت. البته مارکس بعدها از بکار بردن کلمات ذات و طبیعت انسانی پرهیز می کرد تا به مفاهیم انتزاعی و غیر تاریخی راه نبرد، ولی تأکید داشت که خصائص ویژه یک نوع در کارکردهای ویژه آن نوع منعکس است و از این رو ساده ترین و بهترین راه برای تعریف انسان پیدا کردن کارکردهای ویژه است که انسان دارد و حیوانات ندارند. علاوه بر این، در دیدگاه مارکس نسبت به انسان مهمترین نکته این است که گفت شناختن و تفسیر جهان کافی نیست، بلکه باید آن را تغییر داد. طبعا مارکس این باید و این ضرورت تغییر دادن را از تکامل اجتماعی و دیالکتیک تاریخ استنتاج کرده است. اما در هر حال ما را به مفهوم وظیفه‌مندی انسان نزدیک می کند. من الان متن مکتوب در اختیار ندارم، اما اگر از 40 سال پیش درست به یادم مانده باشد، اوج تجلیل چگوارا از مارکس در همین نقطه است. چگوارا گفت این همان نقطه است که دیگر باید قلم را زمین گذاشت و برای تغییر جهان تفنگ به دست گرفت. اما در انسانشناسی یکتاپرستانه و فرهنگ قرآن، آگاهی و اختیار خصوصیت‌های ویژه انسان اجتماعی است. انسان موجودی است آگاه و آزاد به معنی صاحب اراده و صاحب انتخاب، در چارچوب آگاهی‌های خود وظیفه‌مند و مسئول است، صاحب و مسئول و پاسخگوی کردار و اعمال خیشتن است. بنابراین تعهد و مسئولیت پذیری در فطرت و سرشت اوست. آنقدر که این مسئولیت و پاسخگویی حتی به این جهان و دنیای مادی و این مقطع تاریخی و صورتبندی اقتصادی و اجتماعی که در آن به سر می برد محدود و منحصر نمی شود، بلکه صحبت از معاد و آخرت و دنیای دیگری هم هست. به عبارت دیگر می گوید که قدر انسان بسا فراتر است، محدود به دنیای کنونی و همین مرحله از تکامل نیست، فرجامی خداگونه دارد. الی ربک منتهاها.
پیوسته و صرفاً بند و بنده خدایگان و وجود یکتا و یگانه ایست در ورای زمان و مکان که از او آمده و به او باز می گردد. انا لله و انا الیه راجعون. در مسیری پر فراز و نشیب و پر رنج و زحمت به او می رسد و با او دیدار می کند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. بیشتر از این را از من نپرسید، نمی دانم و نمی توانم بدانم. ذهن و تفکر من و شما به واقع در یک دنیای مادی و دیالکتیکی محاط شده است. این یک دنیای آنتروپیک، یعنی کهولتبار است. به همین دلیل همه می میریم به جز او. کل شیء هالک الا وجهه. دنیایی که در آن کهولت و آنتروپی وجود ندارد در تصور و تفکر من و شما نمی گنجد. دنیایی که به گفته قرآن آب در آن نمی گندد و تغییر رنگ نمی دهد. ماء غیر آسن. و طعم شیر در اثر مرور زمان هیچگاه عوض نمی شود. لبن لم یتغیر طعمه. پس بیایید به تغییر در دنیای خودمان بپردازیم. من فقط می دانم بحث بر سر این است که در تعریفی که از انسان می کنیم، آیا این انسان مومی در چنگال تاریخ و جامعه و شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است، یا می تواند و باید و وظیفه و تعهد و مسئولیت دارد که چیزی را در مسیر تکامل تغییر بدهد و مسخر کند؟ طبیعت را با دانش و ابزار و تکنیک، خیشتن خود به خودی و غریزی را با تقوای رهایی بخش که همان جهاد اکبر باشد. جامعه اسیر و ستم زده، رژیم ولایت و دنیای جهل و جنایت را با قیام و انقلاب. باید فلک جبری خود و پیرامون خود را آگاهانه و آزادانه سقف بشکافد و طرحی نو در اندازد. کون و مکان این چنین در هم نوردیده می شود. مثال سوم، کلمه تعریف. حالا بیایید به قلمرو منطق که شاغول اندیشه و تفکر است برویم و ببینیم که اصلاً تعریف کردن یک چیز، یک شیء، یک پدیده یا یک مقوله یعنی چه؟ به عبارت دیگر تعریف تعریف چیست؟ چون با تعریف یک شیء یا واقعه یا فرد یا گروه است که به شناختن و شناساندن آن راه می‌بریم. از زمان ارسطو در قرن چهارم قبل از میلاد مسیح این بحث وجود داشته است که آیا لازمی شناختن و یا تعریف یک شیء شناختن و برشته در آوردن مجموعه ویژگی‌های آن است، یا باید به برجسته ترین خصوصیات آن در تعریف اکتفا کرد. سرجمع کردن مجموعه ویژگی ها کار بسیار بغرنج و چه بسا گیج کننده است. شهاب الدین سهروردی در قرن ششم هجری تعریف یک شیء را مشخص کردن جنس و فصل می دانست. جنس یعنی نوع و گونه، فصل یعنی وجه متمایز و جدا کننده و همان خصلت ویژه. در نتیجه تعریف یعنی شناختن و معین کردن خصلت عام و همچنین
خصوصیت ویژه یک شیء که به زبان دیالکتیکی مبتنی بر تضادهای عام و خاص آن پدید است. این چنین می توان اشیا و گیاهان و جانوران و انسانها و جوامع و جنبشها و انقلابها را هر کدام در قلمرو و در جا و سلسله مراتب خود آنها دستبندی کرد و از یکدیگر تمیز داد و باز شناخت. به این ترتیب هیچ کس نمیتواند چوب پنبه را با رنگامیزی به جای فولاد آب دیده عرضه کند. هیچ کس نمیتواند ارتجاع خلص را انقلاب ناب جا بزند و مثل ابتدای انقلاب ضد سلطنتی خمینی را در جهل مرکب انقلابی ترین مرد جهان بخواند. هیچ کس نخواهد توانست خمینی و خامنه ای را از شجره و جنس پیامبر اکرم و حضرت علی بخواند. هیچ کس نخواهد توانست نه در جنس و نه در فصل، نه در عمومیات و نه در خصوصیات ولایت یزیدی خمینی و خامنه ای را با حکومت عدل علی و با سرپرستی رحمتن للعالمین بر اجتماع انسانی مقایسه کند. دقت کنید که این خصلت ویژه سرچشمه عشق و معرفت پیامبر رحمت و رهایی است. آیت رحمت است بر همه جهانیان و نه فقط بر مسلمانان و اعراب یا قوم و طایفه خودش. خمینی 40 روز قبل از 30 خرداد در سال 1360 خطاب به مجاهدین گفت: من اگر در 1000 احتمال یک احتمال می دادم که شما دست بردارید از آن کارهایی که می خواهید انجام بدهید، حاضر بودم با شما تفاهم کنم. من اگر در 1000 احتمال یک احتمال می دادم که شما دست بردارید از اون کارهایی که می خواهید انجام بدید، حاضر بودم که با شما تفاهم کنم. 3 ماه قبل از آن من با صراحتی که بعداً فهمیدم واکنشی جنون‌آمیز از سوی خمینی برانگیخته، خطاب به خمینی نوشتم که اسلام ما با شما سراپا متفاوت است. اسلام ما با شما در مورد آزادی و حق حاکمیت مردم و استثمار و مقولات تکامل و به ویژه مردم کردستان و منطق یاروسری یا توسری در 2 طرف طیف قرار دارد. حرف خمینی هم روشن بود که کسی که امامت و ولایت او را نپذیرد و در این حال ادعای اسلام داشته باشد منافق است. حتماً حدیث مشهور ثقلین را شنیده اید که بر طبق آن پیامبر اکرم قبل از رحلت گفت: در میان شما 2 چیز باقی می‌گذارم و می‌روم، کتاب خدا و عترتم را. منظور از عترت همان دودمان عقیدتی و خاندان آرمانی و همان نوامیس و گوهران مجسم ایدئولوژیکی او بودند. از فاطمه زهرا تا زینب کبرا و از حضرت علی تا امام حسن و امام حسین و راه و رسمشان در برابر جباران و مرتجعان زمان. سؤال ما همیشه از خمینی و بقایای او و هر که با خمینی و خامنه ای و رژیم ولایت است این بوده و هست و خواهد بود که اگر شاخص و راهنما طبق نص صریح ثقلین کتاب خدا، قرآن و عترت پیامبر خداست، لطفاً به ما بگویید که قرآن کتاب علم و انقلاب است یا جهل و ارتجاع.
کتاب آزادی است یا استبداد و خودکامگی. کتاب راهنمای دزد و دد و دشخیم است یا منادی عدل و قسط و رحمت. اجتهاد و دینامیسم و محکم و متشابه و ثابت و متغیر دارد یا ندارد. بهره کش است یا ضد بهره کشی. لطفاً به ما بگویید که روش و کردار و سمتگیری پیامبر و اطرتش به خصوص ائمه هدا در همین مقولات چگونه بود؟ و سرانجام اگر باعث زحمت نمی بینید، این را هم به ما بگویید که اگر آنها امروز در برابر شما بودند چه می کردند؟ شما را استمالت می کردند، با شما مماشات می کردند، شما را استحاله و اصلاح می کردند و یا با شما مثل بدر و احد می جنگیدند و سرنگونتان می کردند و به جهنم می فرستادند. در پاسخ به این سوالات قبل از هر چیز نقاب از چهره دین و آیین مدعی برداشته می شود. این چنین تعریف هر کس از اسلام و کتاب خدا و ائمه هدا و راه و روش آنها آشکار و برملا می شود. جان ما پاینده باد خاک ایران ما.